مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک همراه ماست. آقای محمدی خیلی خوش آمدید. شما روی این مسئله بسیار کار کردید، روی ارتباط سپاه با قاچاقچیان مواد مخدر و در مجموع اینکه سپاه چگونه عملیات ارعاب خودش رو، حالا شاید بگیم بهتر جمهوری اسلامی، عملیات ارعاب خودش رو در گوش و کنار جهان داره برنامه‌ریزی میکنه. برامون بیشتر بگید از یافته‌هاتون و از اینکه چرا جمهوری اسلامی به سمت این افراد بدنام و تبهکار میره برای اجرای کردن برنامه های خودش. اگر اجازه بدید من نخست از شواهدی که شما مطرح کردید شروع کنم، شواهدی که در مورد رابطه میان سپاه و باندهای مواد مخدر مطرح شد. اینها یک دسته از شواهد مربوط به دخالت سپاه، بالاخص سپاه قدس، در مافیای مواد مخدر در کل دنیا، نه فقط در منطقه. امروز مواد مخدری که از ایران ترانزیت میشه به هند، شمال آفریقا، کشورهای اروپایی و منطقه خلیج فارس ارسال میشه. دسته دوم شواهد سخنانی است که مقامات جمهوری اسلامی به زبان آوردن. آقای مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در سال 91 در یک مصاحبه به صراحت اشاره کرد که افرادی هستند در داخل نظام، البته ایشون اسم نیورد که سپاه، ولی افرادی هستند در داخل نظام که این کارها رو میکنند و البته نباید بکنند چون اینها به نفع نظام نیست. تصریحا ایشون پذیرفته بود که چنین اتفاقاتی داره میفته. دسته سوم شواهد گزارش های متعدد رسانه است در مورد موادی که کشف شده، گزارش های دولتی و انواع و اقسام گزارش های پلیس در سطح دنیا. کافیست شما جستجو کنید در گوگل، به صدها مقاله، صدها گزارش در این مورد میتونید بر بخورید. موضوعی نیست که فقط یک گزارش، اونم یک رسانه ناشناخته، عرضه کرده باشه. رسانه های معتبر دنیا گزارش های متعددی دارن. اما فراتر از شواهدی که عرضه شده، در علم منطق میگن اگر شما یک پدیده ای رو میخواید نشون بدید که وجود داره، باید نشون بدید که مقتضیاتش موجوده و موانعش مفقوده. موانع سپاه در ایران اصولا وجود نداره. سپاه دارای اسکله های غیرقانونی، اسکله های مخفی است، به راحتی این مواد رو میتونه ترانزیت کنه. همچنین دارای قایق های تندرو هست و به راحتی میتونه از این قایق ها استفاده کنه برای اینکه مواد مخدری رو که از افغانستان میاد اینها رو به نقاط مختلف دنیا بفرسته. اما مقتضیاتش، یک سازمان هست، سپاه سازمان لازم رو داره، همکاری از سوی بیت رهبری رو داره. آقای مرتضی رضایی در بیت رهبری که شما کمتر از ایشون میشنوید، ایشون در واقع سزار مافیای مواد مخدر هست در بیت رهبری و عملیات رو هماهنگ میکنه. البته در سپاه قدس هم افرادی بودند، شناسایی شدند، مثل آقای باغبانی در سال 2012 که از سوی ایالات متحده تحریم شد. در کنار اینها سرشاخه های این سازمان در افغانستان هم شناخته شده هست. قبل از مرگ ملا اختر خود ایشون مستقیما با سپاه قدس ارتباط داشت برای ارسال مواد مخدر. در دولت جدید طالبان هم یک فردی است به اسم صدر ابراهیم که معاون وزارت داخله هست، ایشون ارتباط مستقیم داره با سپاه قدس و در کار مافیای مواد مخدر هست. اما توجیهش چی هست؟ توجیه سپاه یک توجیه ایدئولوژیک است و یک توجیه مالی. توجیه ایدئولوژیکش رو اینا بارها گفتن در صحبت‌های مختلف که ابراز رضایت کردن از اینکه جوانان اروپایی به مواد مخدر آلوده بشن و تمدن اروپایی بدین طریق نابود بشه. کاملا این قابل فهم هست در چارچوب امپریالیسم شیعی که میخوان اینها بنا کنند. اما توجیه اقتصادیش، سپاه قدس در سراسر دنیا عملیات داره. جنگ یک کسب و کار بسیار گران هست. مجموعه گروه های تروریستی در دنیا به مواد مخدر آلوده هستند، به کسب و کارش آلوده هستند. حزب الله لبنان آلوده هست، هشت و شعبی امروز در عراق آلوده هست، سپاه قدس هم همینطور آلوده هست، به دلیل اینکه اینها فراتر از بودجه های رسمی سالانه به میلیاردها دلار درآمد نیاز دارند و مواد مخدر درآمد بسیار آسانی رو برای این نهادها فراهم میکنند. بله خیلی متشکرم از شما آقای محمدی. کل نیروهای نظامی سوریه هم در تجارت کپتاگون درگیر هستن. متشکرم از شما جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی که ما رو همراهی کردید.